برنامه شبکه 7 رو مرتب از ماهواره دنبال می کردم و از دروس الهیاتی بهره می گرفتم تا اینکه تماس گرفتم و گفتم که می خوام شهادت ایمانم رو اعلام کنم که چگونه قلبم رو به مسیح سپردم. وقتی مریض بودم مسیح منو شفا داد. وقتی دوستانم به چشم خودشون دیدن که من چجوری شفا گرفتم، همه می پرسیدن که رضا تو چجوری شفا گرفتی؟ کدوم دکتر رفتی؟ و من بهشون بدون هیچ ترسی از مسیح می گفتم دکترم عیسی مسیح منو شفا داد. خدای واقعی، چون خودش گفت از من بخواهید تا به شما بدهم و من خواستم. یه نفر از همکاران من گفت من سالهاست برای داشتن فرزند خودم از خداوند خواستم ولی به من فرزند نداده. مکانهای مختلفی رو رفتم و اونجا خداوند رو پیدا نکردم و به دستش نیاوردم. آیا خدای تو اینجاست؟ گفتم بله، همینجا. و در همون میون سالن اداره دستشو گرفتم، باش دعای شفا کردم برای داشتن فرزند که خداوند بعد از 3 ماه بهش فرزندی داد و خودم دیدم که دوستم با اشک شوق و خوشحالی بین ما داره شیرینی پخش میکنه و دوستانم وقتی که این اتفاق رو دیدن برای شنیدن خبر خوش هر روز مشتاقانه میومدن پیشم تا از کلام بیاموزن. من همیشه با ترس کتاب مقدس رو حمل میکردم تا به دست مردم برسونم، تا اینکه به قدرت انجیل پی بردم. یه بار موقعی که در یکی از مسجدها در حال پخش کلام خداوند بودم و مردم داشتن نماز میخوندن، کتاب انجیل رو براشون گذاشتم. خدا بهم گفت بمان و ببین. با تعجب گفتم باشه و در آخر صف نمازگزارا من ایستادم. با چشم خودم دیدم که رهبر جماعت وقتی که نمازش تموم شد کلام خداوند رو برداشت و نشون همه داد، گفت این انجیل به دست شمام رایگان رسیده چون من به رایگان دریافت کردم. و مردم هم دستشون گرفتم و گفتم بله، ما هم دریافت کردیم. همه با خوشحالی گفتم بله داریم و بعد همه توی جیبشون گذاشتن تا مطالعه کنن. اونجا بود که به قدرت انجیل و تبدیل انسان‌ها حتی رهبران اسلامی پی بردم. هر بار که عید مسافرت می‌رفتم با خودم کلی کتاب مقدس حمل می‌کردم. یک بار وقتی در منزل یکی از دوستان مهمون بودم، در این خونه مهمان غریبه‌ای بود که معلم دبستان بود و این شخص رو برای اولین بار در عمرمون ملاقات کرده بودم. بعد نیم ساعت نشستن خدا بهم گفت رضا این خانوم نیاز داره به کتاب مقدس و باید بهش یه کتاب هدیه بدی. منم فوراً بلند شدم و رفتم بیرون، از داخل ماشین کتاب مقدسی براش آوردم. ولی نمیدونستم چجوری به این شخص این کتاب رو بدم، به خاطر اینکه صاحبخونه از ما عهد گرفته بود که راجع به مسیح اصلاً صحبت نکنیم. ولی دل به دریا زدم و با همسرم این معلم رو صدا زدیم داخل یه اتاقی و گفتیم که ما برای تو یه هدیه ای آوردیم. و وقتی کتاب انجیل رو بهش دادیم و اون هدیه رو دریافت کرد، دیدیم که شروع کرد به گریه کردن و گریه خوشحالی میکرد. گفت که من 6 سال برای داشتن کتاب مقدس دعا میکردم، چون 6 سال پیش منم کتاب مقدس داشتم و به یکی از دانش آموزام دادم ولی دیگه اون کتاب به من پس نداد. و من تو این 6 سال دعا میکردم که خدایا به من کتاب مقدس بده و امروز بهترین کادو رو من از خداوند دریافت کردم و متوجه شدم که مردم چقدر تشنه کلام خداوند هستن و ما بی خبر هستیم. شخصی که چندین بار تماس گرفته بود و هر دفعه به ما توهین میکرد و فحش و ناسزا میگفت و منم با خونسردی براش گل و برکت میفرستادم، تا اینکه بهم زنگ زد و گفت تو چقدر پررو هستی، من هر چی به توهین میکنم و بهت فحش میدم تو اصلا عصبانی نمیشی. گفتم که خب خدای من به من توهین کردن رو یاد نداده، بلکه محبت و شادی و برکت رسوندن رو به دیگران به من یاد داده و این اتفاق باعث شد که ما با همدیگه دوست بشیم و هر چند وقتی با همدیگه مکالمات تلفنی داشته باشیم. خدا رو شکر میکنم که بعد 6 ماه این عزیز دعای نجات رو خون و به مسیح ایمان آورد. امروز این دوست، یا بهتر بگم برادر ایمانیم، بابای مدرسه است
و هر روز یک آیه از کلام خدا رو روی تخت سیاه مدرسه می نویسه که این کارش باعث شده معلم‌ها و شاگردا هر روز تشنه‌تر از دیروز منتظر کلام بعدی خداوند باشن تا یادداشت کنن و به خونه هاشون ببرن تا پدر مادرای خود هم نشونشون بدن و بگن که این کلام خدا برکت رو در زندگیتون میاره. خدا رو شکر میکنیم برای کلام خداوند که اینقدر زنده هستش و انسانها رو تبدیل میکنه.